بعدی شبیه‌ساز باقی‌مانده برنو برنو باید جمع ارقامش رو پیدا بکنم دیگه، درسته؟ اگه لازم جمع رقم ها برو بریم این چه خبره. بسیار عالی. خب اون 40 فاکتوریال فعلا من کاری باش ندارم، یه اول برم سراغ 153. برو بریم 153. آها منظور این تیکر رو میخوام پیدا کنم. آره. میخوام پیدا کنم بعد با هم جمع بکنم. آره. میگم آقا 153 به توان 2 پیمان 9. خب بنویسم 1 به علاوه 5 به علاوه 3 توان 2 پیمان 9 جمع ارقام دیگه تو 9 دیگه. آره. 3 و 9 جمع ارقام. خب 3 و 5 8 و 1 9 این میشه 0. خب صفر توان دو هم که خب صفر به توان دو صفر این باقی مونده شد. میریم سراغ 47 فاکتوریل. 47 به 9 نمیخوره. 47 به 9 نمیخوره ولی خب 47 فاکتوریل این نماده که ما میبینیمش تعجب میکنیم داره به ما میگه آقا من 1 2 3 4 5 6 7 8 9 برو جلوتر 18 برو جلوتر. اصلا قبل از 9 هم داره. تازه یه 3 و 6 هم زدیم تو هم باز دوباره 9 تولید شد. خب این نمیشه بینیم مثلا 9M. آره این حتما بر 9 بخش پذیره، یعنی به پیمانه 9 حتما صفره. خب هر دو تا مؤلفه تشکیل دهنده بر 9 بخش پذیرن، پس نتیجه اینا رو با هم جمع بکنم دیگه 153 به توان 2 به علاوه 47 فاکتوریال پیمانه 9 میشه 0 به علاوه 0. بازم باقی‌مانده میخوام. بله پس نتیجه میگیرم که R 0. بازم باقی‌مانده میخوام. نتیجه میگیرم که باقی‌مانده چنده؟ 0. دست شما در نکنه. دست شما در نکنه. سپاس فراوان. برو بریم آقا بعدی. خب اصل سواله. اصل سواله. رفته تو دنیای معادله همنشتی. آقا اجازه میخوام ازت خواهش کنم. خواهش میکنم. این حل معادله همنشتی رو اون فرم کلی کتابی و همچنین شرط جواب و یه توضیح کوتاه بعدن تو حلش بر من ارائه بدی. من اینو قشنگ درکش کنم چون مطمئنم که این سواله. بله 100 درصدی میشه گفت هست. دقیقاً دقیقاً. به خصوص معادله سیاله هم که میاد به کمک همین این اصل همین حل میشه. اینو یه توضیح کوچولو برام حداقل شرط جوابشو بدی من اینو بسام حلش کنم. بسیار خدمت شما عرض بکنم که خب هر معادله ای که باشه آ ضرب در ایکس به پیمانه ام هم نشته با ب، ما اسمش رو میذاریم معادله هم نشتی. هدف پیدا کردن ایکس، یعنی آ و ب باید معلوم باشن. ضریبای دوور باید باشه. خب ما میگیم آقا اگه معادله ما باشه آ ضرب در ایکس پیمانه ام هم نشته با ب، این کی جواب داره؟ وقتی که ب میمیم آ و ام حتما عدد ب رو بشموره یا عدد ب بر ب میمیم آ ب بخش پذیر باشه. پس 2000 این وسط مثلا با بیمای دم دستی هم بلد باشن. آره دیگه. یعنی من باید مطمئن باشم که این دوتا اگر به چیزی بخش پذیر بودن ب هم باید به همونو بخش پذیر باشه. این دوتا اگر به چیزی بخش پذیر بودشن به هم باید برون بخش پذیر. این شرط جوابه. اینو نداشتم چی میزنم این شرط؟ میگی مثلا معادله جواب نداره. داشتم چیز رو حل میکنم. خب برای حل همه یه تلاش من اینه که آ رو حذف کنم. خب بذار اینو پنج بده تو مخرج این حذف شه دیگه. نمیشه، باید عدد صحیح باشه دیگه. من باید چیکار بکنم؟ باید اونور انقدر همکلاسیاشو هی جایگزین کنم تا مضرب 5 بشه. آها پس اینو همکلاس مضرب 11 اجازه دارم اضافه کنم. بله. تا مضرب 5 بشه بتونیم 5 ساده بکنیم. ساده کاری هم باید حواسم به اون داستان مثلا بله. پیمانه. البته اینجا پیمانش عدد اول نگرانی ندارم شد. ولی اگر قرار ساده بکنم باید حواسم باشه که اگر پیمانه هم قابل ساده شدنه سادهش بکنم. 25 صدوم اولیش مال چیه؟ دقیقاً باید بنویسه که آقا بمیمیم 5 و 11 آد میکنه 2 رو، پس معادله جواب دارد. یعنی شرط جواب رو لازم اونو می‌نویسیم. میگیم آقا 2 آد میکنه بمیمیم 5 و 11 پس 5 و 11 بمیمیمشون چند؟ یک دیگه. دو تا عدد اول معادله جواب دارد. پس معادله جواب دارد. خب تازه اینجا شروع شد حل. بله حالا دیگه باید برم تو دنیای حلش. دنیای حل می‌خوای. گفتی چی؟ گفتیم باید ساده کنیم دیگه، هم کلاسی ها رو جاگذاری کنیم تا ساده بشه. پیمانه 11 این 2 الان. بله. یک چک نوید 11 تا 11 تا اضافه میکنن. یه 11 تا میریزیم میشه 13. نشد. یکی دیگه. 24. نشد. یکی دیگه. 35 حله. 35 حله نگهدار بس. پس 5x رو اینجا میکنم میشه 11. اینجا گفتین چند؟ 35. جفت 50. خط دستوری که شما دیدین خطا نذارن میشن. هفت. حالا من این یه ضریبش یکه، عددش هم کمتر از 11، حالا مثبت هم هست، نقش باقی‌مانده در داره. این که میگه جواب عمومی پیدا کنی یعنی چی؟ یعنی باید به فرمی که ما تو الگوریتم تقسیم شناختیم بنویسیم. میگفتیم آقا عددی در تقسیم بر 11 باقی مانده 7 دارد، مینوشتیم 11 یعنی مضرب 11 به اضافه 7 اینم 7
بله اینجا 25 صد و اون تیک اول یک نمره هم اینجا 1.25 هم میشه گفت یه سوال ثابت ما داریم دیگه. آره یعنی تقریبا مطمئنیم که یه چنین سوالی رو بچه ها میبینن مگه این که نحوه بیانش عوض بشه شبیه سازش رو ببینیم برو بریم شبیه ساز اینجا اینجا هم دوباره حل ماده هم نشتیه خب این یه ذره با اون قبلی فرق داره چه فرقی داره الان مثلا همون ذریب مری باسته نه دیگه ببینید چند تا تفاوت اساسی وجود داره اینجا ضریب از پیمانه کوچکتر بود مثلا سراغ ضریب نرفتن خب اینجا این ضریبه از پیمانه بزرگتره این خیلی حرف برای گفتن داره یعنی خودش رو اول یه همکلاس سازی کوچک سازی برای خودش داره خودش داره چجوری برای کوچک سازی انجام میگیره به جایه به جای 32 هر عددی که با 32 تو پیمانه 7 هم نشته میتونم بذارم ولی میرم سراغ اون که به دردم میخوره اولش باقی مانده است بعد لازم باشه یه خورده 7 کمتر بیشترم 7 تا کمتر 7 تا بیشترم میری اشکالی پس نداره پس من تو چک نویسم انگار یه همچین چیزی دارم یه 32 تقسیم بر 7 اولش دارم آره که 4 7 تا 28 تا باقی مانده چند 4 مثلا میخوره پس من با عزت اینو اینجوری شروع کنم بنویسم 4x اینجا هم 7 بله اونورم 120 میتونم 120 هم اوکی کنم دیگه بله ولی الان اصلا شما اگه 120 بنویسین سوال حل شد چون به راحتی طرفین به 4 بخش پذیرن پس خرابش نکنم دیگه آره چون ممکنه که مثلا باقی مانده بذاریم بعد بخش پذیر نشه با ای مجبوریم هم کلاسیشو بذاریم تا بخش پذیر بشه شرط جوابم چک کنم الان چک نکردیم دیگه یه 25 صد از دست دادیم نمیخوام از دست بدم خب آره. آقا اینجا چنده 7 و چند 4 بهمشون چنده 1 120 مریک بخش پذیر پس معادله جواب دارد دارم جواب دارد که من در به در دنبالشم میگردم بله خب دوباره رو گفتیم به چی تقسیم کنم؟ به چهار تقسیم بکنیم این x اینجا هم 7 اینجا هم 3 3 عدد مناسبی هنوز نیست نیست چرا؟ چون 3 به 7 بخش پذیر بذارم با آمانده چند همه 2 7 4 7 2 2 28 یه 2 تش دارم پس من اینجا دنبال ریزسازی هستم اینم از این بله گام بعدی چون گفتی معادله حل کن دارم میگم x بله. مضرب 7 مضرب 7 به علاوه 2 اینم خدمت شما بسیار بسیار یک و 25 سال درشت سازی بعد اونجا اگه انجام شده باشه یه عدد درشت تایید بده یه باقی مانده پیدا می‌کنم لازم باشه هم کلاسیاش رو می‌نویسم که باز این ساده کاری بشه چی انجام بده بله کاملا بسیار بعضی موقع تو اینا من یه شبیه ساز فکرام گذاشتم پارامترم از ما میخواد بریم شبیه ساز بعدی ببینیم ببینیم میگه تمام اعداد دو رقمی که در تقسیم بر 13 باقی مانده 3 دارن رو به کمک معادله هم نشتی بیارید مسئله است که این آره ولی باز شبیه اینا تو حسابان یک تو حسابان یک همین ده هم مهم بعضی موقع آره 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 دنبال حساب تو دنبال حسابی ها اینا میبینن بچه ها اینا رو ولی این یه ذره فرق داره جنسش با دنبال حسابی دیگه گفته به کمک معادله هم نشد یعنی من اگه بخوام پلیتیک بزنم به اون طراح شروع کنم مثلا بگم نگاه کن حسابی بشمارم فلان اینا رو من همه رو نوشتم بعد همه رو پیدا کردم چرا نمره نگرفتم میگم قبول نمیکنه دیگه چون گفته بعد با معادله باید پیدا بکنی آقا بسم الله بله خب بچه ها اعدادی که در تقسیم بر 13 باقی مانده 3 دارند رو باید چجوری پیدا بکنم باید بگم آقا 13 کای بزنی 13 بعد تقسیم پیمانه 13 آره پس من میگم عدد آ میگیرم آ در تقسیم بر 13 باقی مانده چنده 3 درسته خب حالا یعنی الان من میتونم بنویسم که خب اگه این آ به پیمانه 13 هم نشته باشه من چیزی میخوام حساب بکنم ضریب نداره, حل شده دیگه پس همین الان خودش همینجوری حل شده بله. پس آ رو مستقیم می‌نویسم 13 کا بذار 13 کا به علاوه 3 اگه هیونن ضریب داشت اونجا چی دیگه مجبور بودم ساده کنم دیگه اون ضریب رو باید ساده بله دقیقاً به اون روش خب 13 کا بذار 3 رو می‌خوای چیکار کنی الان خب حالا می‌خواد بگم دو رقمی باشه دیگه یعنی می‌خوام بنویسم 13 کا به علاوه 3 از 10 شروع میشه تا 99 محدوده درسته. کارو داری پیدا میکنی محدوده براش پیدا بکنم میدونم جدول بذارم کا بدم ایکس آ پیدا کنم باید این کارو بکنم چون گفته تمام اعداد دو رقمی که اینطوری هنو پیدا خب بکنی اگه تعداد خواستم این حرکتو میزنم آره. اما اگه مثلا کلشو خواستم یه جدول باید بکشم آره. من باید یه جدول بکشم بگم کا بدم آ پیدا کنم و آ خب کارو میدم 1 13 و 3 16 صفر نمیدی؟ خواهد بزرگتر مساوی 10 نیست صفر بدم میشه 3 آ دو رقمی نمیشه دو رقمی پس از 1 شروع میکنم کارو میدم 2 میشه 29 درسته 13 تا 13 تا داریم میریم آره با. یعنی اینجا دیگه دارم اون کلکه رو میزنم ولی خب خیلی معلوم نیستش 3 که میدم میشه 42 4 که میدم
میشه 55، 5 که میدم میشه 68، 6 که بدم میشه 81، درسته؟ 81 13 برای درسته؟ و 7 که بدم میشه 94، 8 هم بدم که از 100 بیشتر میشه دیگه. این تمومشو پیدا کردی؟ هر هفته جوابشو پیدا کردم دیگه با خیال راحت. دستو گذر نکنه. بسیاره. پس اگه ضریب داشت من باید یه معادله همنشین اینجا حل میکردم. حل میکردم. الان بارومی منطقا باید این یه نمره یه دیگه. یک نمره باشه. آره. چون تو خود حل معادله هیچ خلاقیتی نداره. من به نظر اگه اونجا یه چیزی داشت قابلیت میرفت یک و نیم نمره. آره. خب بریم. خب چه سوالی بده از این سوالا بنویسه ما اونطوری مینویسیم؟ یعنی میکنیمش معادله هم نشتی؟ این جمله سوالش میشه تمام اعداد دو رقمی که مثلا سه برابر آنها. آره که سه بر یا نه تمام اعداد دو رقمی مضرب 6 که در تقسیم بر 13 باقی مونده 3 دارن. مضرب 6 این باشه 6 اولش اینجا بذارن. آره. مضرب 6 که بر 13 باقی مونده 3 دارن مثلا اینجوری. بله. بعد اون موقع بعد این معادله رو حل بکنه دیگه. بسیار. بازم معادله است که بازم معادله، البته خب این همچنان فرق داره چون این درگیر شرط جوابه، میگه دارای جواب باشد. یعنی من باید شرط جواب رو چک بکنم. من جواب نمیخوام. نه من فقط شرط جواب رو میخوام. جواب ایکس پیدا کردن نمیخوام. بلکه این پارامتر ام رو میخوام که یه جوری را بده که من جواب پیدا کنم. بله. پس شرط جواب. شرط جواب میگفتم بیمین دوتا. بله پس یعنی 63 و 14 بیمیمیمشون باید حتما چی رو آد کنه؟ دو ام به علاوه 5. خب 63 و 14 بهمیشون به نظر من این 7 9 تا 7 2 تا 7 7 7 پس 2 ام به علاوه 5 باید درست خود من چرکت بزنم. ببینید بعد بتونه فاکتور بگیره بیاره بیرون، هر چی که میتونه فاکتور بگیره بیاره بیرون تا عدداشو کوچیک کنه. فکر نمی کنم اعداد خیلی توپول بدن، اگه دادن تجزیه بکنه دیگه. تجزیه با عامل مشترک با تجزیه کردم عامل چی مشترک با مشترک با توان کوچیک تر میاد بیرون میشه. ببین حال اینجا که هفت خب خود این که بخش وزیری مگه نیست؟ خب آخه یه چیزی هست، این سوالو ما با جنس بخش وزیری نمیتونیم حل کنیم، این خودش با جنس هم نشتی حل میشه. ببینید چون بخش پذیر بر هفته پس خوب ببینید اگه دون... مقسوم علیهمون مجهول باشه تو دنیای بخش وزیری حلش میکنیم. آره. ولی وقتی مقسوممون مجهوله خب من الان اولا میدونم این یا جواب ندارد یا بی‌نهایت جواب داره، یعنی یا این هیچ وقت بر هفت بخش وزیر نیست یا اینکه بارها و بارها و بارها بخش وزیر میشه. خب پس از جنس سوال بخش پذیری نیست، از جنس سوال هم نشتیه. یعنی من باید بنویسم دو ام به علاوه 5 به پیمانه 7 هم نشته با 0. پنجره هول بدن اول مثل قبل بشه. بله مثل قبلی بشه و حلش بکنم بره. بشه دو ام به پیمانه 7 هم نشته با منفی 5. حالا اینجا اینقدر باید 7 تا 7 تا بریزم روش هم کلاسیاشو پیدا کنن تا به دو بخش پذیر بشه. 7 به منفی 5 2 2 میره. دو بله. یه هفت اضافه بکنیم میشه دو ام به پیمانه هفت هم نشته با دو. حالا دو رو هم ساده بکنیم، اینجا خیالم راحتی که پیمانه هم هیچ بلایی سرش نمیاد، یه عدد اوله. ام به پیمانه هفت هم نشته با یک، یعنی ام هست هفت کا به علاوه یک. آه مضارب هفت به اضافه یک پیدا کردیم. بله. اگه مثلا میگفتم یه امی تحویل بده یه رقمی دو رقمی فلان، حالا دوباره کا میدادم جدول میکشیدم و تحویل میگرفتم. این منطقا باید بارمش یک کنیم و حداقل به نظر بشه، چون شما از یه مفهومی شروع کردی دوباره از توش یه معادله کشیدیم بیرون ساختیم و حل کردیم. خب دیگه یه خورده بارمش شرطی جواب چک کردن است. آره اینم از این شبیه ساز بعدیمون بود دیگه. بسیار عالی. رسیدیم شماره چند؟ آره 35 بود درسته. آره. جا خالی پر کنیم دوباره. رفتیم توی داستان گراف. معمولا تو هر فصلی به نظر من یکی دو تا جا خالی مواجه میشه. این جا خالی های حالا یا ترکیبی یا با هم جدا جدا، به خصوص گراف که جا خالی خاص خودشو داره. بله تعریفی بله. زیاد داره، مفهوم قابل جا خالی شدن زیاد. آره. داره. تو نظری عددم که اون جا خالی ها بیشتر تو بیشتر سعی رو عدد اول رو عدد گنگ رو اینا مثلا داره مانو میده، هست نیست درسته. اوکی هست نیست. اینجا هم معمولا روی زوج فرد های رسا، بعد نمیدونم رو تعداد یال ها، اگه برم تو مدل سازی ها مثلا احاط گرم احاط گرم روی این فضا. بله کاملا درست. یه حسی هم این جاخالی که ما الان میخوام با هم کار کنیم اینه که یه مروری هم مطلب میشه. میشه آره یادمون میاد که این هر کدوم چی بودن دیگه. آقا بریم. بسیار عالی. مجموع رأس های درجه های رأس های هر گراف برابره، باید بگه دو برابر تعداد یال هاست دیگه. اون نکته رو میخواد تو ذهنمون بیاد که جمع درجه ها میشه دو کیو. دو کیو یعنی یال خط و خطوط هر چند تا داشته باشم دو برابرش میشه جمع چی داشت. پس من با اجازهتون یه کلمه چی می‌نویسم؟ دو برابر. دو برابر تعداد. این است.
خب بسیار عالی. کامنتظم یعنی چی؟ یعنی درجه همه رأساش کاهه. یه گرافیه که همه درجه رأسها مساوی. همه درجه 3، همه درجه 4، همه درجه 5 مثلا. خب ماکسیمم درجه هر رأس برابرش چقدره؟ خب ماکسیمم درجه هم همون کاهه دیگه. چون وقتی میگه همشون یکسانن دیگه کم و زیاد نداره. کم و زیاد نداره که همشون کاهن دیگه. ماکسیمم درجه برابر با چیه؟ کاهه است دیگه. وقتی میگه 3 منتظم یعنی همه درجه 3. همه درجه 3. بله. خب اینجا پ میگه در بین تمام مجموعه احاطه گر گراف جی، یعنی رفتیم تو داستان احاطه گر دیگه، همون که حالا دستگاه‌های ATM میذاریم و بالاخره همه دسترسی پیدا میکنن به ATM. آره خب. میگه مجموعه یا مجموعه های احاطه گری که کمترین تعداد عضو را دارن، مثلا کمترین تعداد عضو، این الان این کمترین تعداد عضو میشه همون احاطه گر کمترین دیگه. خب اسمش مینیمم بود دیگه. چی میخوایم بنویسیم؟ مینیمم. آقا احاطه گر ماکسیمم هم داریم؟ بی معنیه، ولی میشه تمام رأسا دیگه. همه جای چهار راه ATM. آره دیگه، بودجه رو ریختن، شما همه جا ATM میزنید. اوکی بفرمایید. آقاته میگه یک مجموعه احاطه گر رو که با حذف هر یک از رأسایش دیگر احاطه گر نباشد، این یه مفهومی بود که کتاب اسمش گذاشته بود مینیمال. مینیمال یعنی چی؟ مینیمال یعنی شما یه مجموعه احاطه گری پیدا کردی، خوب. توش چیزی اضافه نداری. یعنی مثلا من میگم که آقا من یه گراف دارم عدد احاطه گریش 2، شما یه مجموعه احاطه گر ارائه دادی 3، من بدون حرف نمیتونم بگم یکیش اضافیه، دلیلی نداره اضافی باشه. ممکنه اون سه تا هم گراف احاطه کنن و با حذف هر کدوم از اینا، من روی کلمه آره، با حذف هر کدوم از اینا احاطه گری دیگه به هم میریزه. آ یعنی دست به هر ATMی بزنم کار خراب یه میشه. یه جای شهر میلنگه. یا خود اون چهارراه یا یه محدوده دوروبرش هم میلنگه. خودش که قطعا میلنگه، محدوده دوروبرش هم مینیمال. ممکنه خراب بشه. این اسمش چیه؟ مینیمال. مینیمال بله. ماکسیمال هم داریم؟ نگی بهش کن نیست. آقا مینیموم مینیماله؟ مینیموم ها همه مینیمال هستن، ولی یعنی عکس من کمترینم، کمتر از این دیگه نمیشه. دست هر چی بزنم کار خراب میشه. مینیمال ها مینیموم هست؟ میتونن نباشن. آها یعنی ATM ها یه جوری بد چیده باشم که کم نباشن، ولی خب دیگه مشکل زا باشن. مشکل زایه، یعنی اگه دست بزنیم کار خراب میشه. خب فهمیدم، اون یه چیز یادم اومد. بریم آمد. بسیار شبیه ساز جا خواهی بعد. میگه تعداد رؤوس فرد در هر گراف ساده عددی زوج است دیگه. ما میگیم آقا تعداد رؤسای فرد همواره چیه؟ زوج. پس ببین ما تعداد فردها رو داریم میگیم زوجه، تعداد زوجا رو مرتبه تعیین میکنه دیگه، همواره ثابت اول نیست. اول نمیدونم چیه ثابت زوجی نیستش. میتونه زوجم باشه، میتونم فردم. مثلا وقتی شما میگی مرتبه نمیدونم 8، خب فرد ها مثلا زوجن یا دو تا ان یا چهار تا ان، چهار تا 6 تا، نهایتا به شما 8 تا سی مثلا میشه. آنچه باقی میماندم بازم زوجه. آنچه باقی ماندم زوجه. الان تعداد زوجا رو چی میگی؟ بازم میشه زوج، چون خود مرتبه رو گفتم 8. بله. مرتبه رو گفتم 11. خب حالا من یا باید دو تا ازش بردارم یا 4 تا بردارم یا 6 تا بردارم. آنچه میماند فرد دیگه. فرده بله. خب یاد اومد. کامل یعنی چی؟ یعنی گرافی که هر چی یال میشه تصور کرد داره، یعنی گرافی که همه با هم دوستن، یعنی گرافی که درجه همه رأساش پی ام ان های 1، یعنی گرافی که ماکسیمم تعداد یال رو داره. خب اینا که داریم میگه همش توجیه شبکه جی میگه. خب چی بگم، تعداد یال ها برابر چیه؟ پی در پی ام ان های 1 دوم. پی در ام پی. خب آقا نمیشه من بنویسم ان در ان ام ان های 1 دوم، چون کتاب یه جایی مرتبه رو گرفته پی، یه جایی گرفته ان. دست دلم نذار مرتبه منطقا پیه. نمیدونم چرا وارد مدل سازی که میشه یا میکندش داره میشه یا داره میشه ان. آقا پس توی بحث گراف و مدل سازی ما هم پی داریم به عنوان نماد مرتبه، تعداد بله. نقطه ها تعداد رأس ها هم ان رو داریم. میگه ان در ان من 1 دوم هم بنویسی اوکی ام، کیو ماکس بهش میگم، پی در پی من 1 هم بنویسم چی ام اوکی ام. در بین مجموعه احاطه‌گر، مجموعه‌ای که با حذف هر گفتین شما، بله احاطه‌گر از بین برود میشه مینیمال. این هستی بسیار. این چیه؟ این بهش میگیم عدد احاطه‌گری، تعداد اعضای مینیمومه. ربطی به مینیمال نداره. تعداد دستگاه‌های ATM. بله. یه دونه دستگاه ATM بذارم شهر پوشش داده میشه. یعنی من یه دونه چند راه دارم، یه میدون مرکزی دارم دیگه، همه شهرها همه شهرها به این وصلن. یعنی چهار راه یا شهر به این وصلن. یعنی من یه رأسی دارم که تمام رأسای گراف به این وصلن. بنویسم.
رأسی در گراف وجود دارد، به همه رأس‌ها متصل است، با همه رأس‌ها مجاور است. آها، با آره. همه باشد با باش آخرش. آره. که با همه رأس‌ها مجاور باشد. اوکی. با همه رأس‌ها مجاور باشد. برو قسمت 3 ببینم آقا. نوشته که در هر گراف ساده رأسی که درجه آن جای خالی باشد ایزوله مینامیم. ایزوله بهش میگن، توهی بهش میگن. اسمای دیگه هم داره غیر از ایزوله و توهی؟ رأس توهی، رأس منفرد. رأس منفرد هم بهش میگن. بله. درجهش چیه؟ درجهش صفر. شهری که به جا وصل نیست. به جا وصل نیست. رأسی که به جا وصل نیست. بله. خب اینم از اینجا خالیه، متناسب با اون. بیا بریم بعدی. بریم بعدی. خب این شد خود سوال گراف، یعنی سوالی که شکل میکشه بوده. نمیدونم دور بده، مسیر بده، بشمر دیگه، اینا رو بگرد پیدا کن، نمره بیار. آره. آقا نمره شما میاد یا من؟ من چون نمره دوست دارم من میرم سراغه. 1.25 سال معمولا. میگه گراف جی رو در نظر گرفته و با سوالات زیر پاسخ داد. یه شکل کشیده، حالا یه گراف با 6 تا رأس و یه حالایی که داریم میبینیم. میگه همسایگی از اینای آ بسته. من دو مدل همسایگی داشتم. چی؟ این همون بازه ها بود. اگه بازه باز بود خودش توش نبود، اگه بازه بسته بود خودش توش بود. آخ چه کد خوبی دادیم. پس الان اینجا بسته است، اینجوری این بازه است، یعنی خودش رو باید بگم. خودش رو باید بگم، خودش رو بنویسم، یعنی من استارت میزنم با خودش میرم دیگه. با خودش آب کیا وصله جناب حسین فر؟ به بیو دیو ای وصله دیگه. بیم وصلم، به دیم وصلم، به ای ام وصلم. بله بسیار عالی. با اعضا مشخصش کرد. بعد اگه اینو من اینجا باز گذاشتم فقط خودش رو نمینویسیم دیگه. بله. آها. این بازه باز، بازه بسته. دور یعنی چی؟ دور یعنی یه مسیری که برسه سر جا اولش. از شروع؟ بله. بره یه چرخی بزن بره. تکرار میکرارم؟ نداریم. نداریم. به طول چند یعنی چی؟ به طول 4. به طول 4 یعنی باید 4 تا راست 4 تا یال داشته باشه دیگه. آها یه چرخی بزن 4 تا جاده رو طی کنم. 4 تا جاده طی بکنم. خب کجا رو بچرخم؟ خب یا بعد چارزلی ببینم یا پروانه دیگه. ما که دور به طول 4 شکل دیگه‌ای که نداریم که. خوش عقلم میرسید من اینو بازش می‌کردم. آره اگه اینو اینجوری بازش بکنم چارزلی رو توش پیدا می‌کنم دیگه. میشه آ ب ای د آ. می‌خوای بازش کنی؟ که ببینمش بچه‌ها. یک دو تا نگاه دارم اونجا، چپکی دارم من رو نگاه میکنن الان. اون بیشتر اونا الان حواسشون آخه. بله خب حواسشون پی بازی سپاهانه. بله پرسپولیس سی اف بی آ ای. من میدونی چی کار کردم تو ذهنم، دی رو کندم بردم گوشتم اینجا. آره دی رو بردم گوشتم اینجا. حالا دیگه الان شما خدایش دیگه دارم هر جوری دیگه بچرخید دیگه با دور به طول 4 رو توش پیدا آره میکنید. دارم میبینید. بنویسمش من. لطف میکنید. از آ شروع کنم. بله. برم بی، برم بله. ای، برم دی، بیام آ. باید حتما اول و آخرش رو بنویسه ها. آ آ. بله. یعنی بگم که شروع پایان یکسان شده باشه. بله. بعد اگه احیانا گفت یکی دیگه به طول 4 بنویسی چی می‌نویسی؟ دیگه نداره دیگه. باید بنویسی فقط یه دونه. همین دوره. دوره جدید محسوب میشه. رأس ها همین رأس ها. همین رأس ها، همین یالا ها، همین ترکیب. بله یه چیز جدید نیستش دیگه. خب میگه یک مسیر به طول 3 و یک مسیر به طول 4 از آ به سی بنویسید. خب شکل باز کردیم. مسیر چیه؟ مسیر اینه که نرسیم سر جا اولمون. از آ بریم. تکرار مکرارم که نداریم. اون که هیچ. اول آخرش خودش گفته که. خودش گفته. فقط بچه‌ها وقتی میگه طول 3 یعنی یال 3 تاست. رأسش 4 تاست. یعنی سه تا جاده باید تیک کنی. آره من آ رو میرم یه جایی. آره بعد میرم یه جایی دیگه، بعد میرم سی. این میشه مسیر به طول 3. یکی دو تا سه تا مثلا. آره من نمیتونم بگم آ به سه دیگه. دو میشه. آره بعد مثلا میگم آ ای به سه. آها آ ای به سه. این میشه مسیر به طول 3. دسته حالا میگم مسیر به طول 4 دوباره از آ شروع میکنم. این دفعه سه جا رو باید ببینم بعد برم سراغ سی. خط تیرا رو بذارم سر امتحان؟ نه نذارم دیگه. آن لازم نیست یعنی اصلا. همین فرمات برام گفته میکنه. من برای این میذارم که حواسم باشه. این دفعه میخوام مسیر به طول 4 پیدا کنم. آ دی دی ای ب س. آره آ د ای ب سی. یکی دو تا سه تا 4 تا یال 4 تا یال داره تی میشه. بسیار عالی. 1.25 خودش این قسمت هم آسونه میشه. واقعا هیچ زحمتی نداره دیگه. فقط دقت بکنن و مرتب بنویسن تمومه. اصلا برای پاس کردن به نظر من روی فصل های گراف و مدل سازی و شمول عدم شمول آخر مثلا میشن وقت بذارن. آره خیلی میشه راحت پاسش کنن.
بیا بریم بعدی، شبیه ساز. خب این گرافیک خودم کشتم، میتونی اون رو جواب بده؟ این باز و بست رو گذاشتم هر دوتا رو داره که هر دوتا رو ببینیم. این بازه ها یعنی خود آ رو ذکر نمی کنی، نمی کنی. هر کی به آ وصله، بله، یعنی همسایگی بازه آ دیگه خود رس آ رو نمی نیسیم. به کیا وصله؟ به ب وصله، به س وصله، به س هم وصله، به دی هم وصله، یه دونه اون بالا هم دارم به اچ هم وصله، یه دونه به اچ وصله. اون جی چیه می‌نویسیم اونجا؟ اون اسم گرافه دیگه، انرژی اسم گراف. خب این چی؟ خب این دفعه باید برای اف بگم آقا همسایگی رأس اف اونم همسایگی بسته. خودش یعنی وزدک بشه. فعلا اول خودشو بنویسیم، بعد بریم ببینیم با کیا رفیقه. به دی، دی، سی، جی، جی. تمامه؟ متشکرم. بسیار بسیار وسته. بله کاملا. آقا دو تا مسیر به طور دو بنویس، از آ به سه، از آ به جی، از سی به جی. سی به جی مسیر به طول جی دو که سی به جی یه رس باید بره دیگه. خب بینش سی اف جی. سی اف جی. آه پس این داریم اینجا بنویسم دیگه. بله حالا وقتی شد مسیر به طول شیش، یعنی یه گروهان رس باید اون وسط بنویسیم تا مسیر برسم به چی؟ تا برسم به این جیه دیگه مثلا دیگه. بله یه زیگزاگی میگزاگی اینا باید برم دیگه. بگو بنویسم. خب بریم اول پیدارش کنم. برسم آره. یک دو سه یا چهار پنج. خب نشد. نه یک دو سه چهار پنج. خب خدا رو شد پیدا شد. برو بریم. سه میره ای بی بی آ آ د د اف اف جی. خدا رو شد تمام شد. بالاخره پیدا شد. شش دیگه به طول 6 تا یار رفت کردی برام. اگه گفته بود مسیر مثلا به طول 7 باید می‌نوشتم، مسیر به طول 7 نداره دیگه. بین سی و جی مسیر به طول 7 مثلا نداره. یه سعی خطا بود دیگه. بعد می‌گشتم ببینم داریم انشالله که داریم دیگه. انشالله که تو امتحان نهایی معمولا می‌نویسه پیدا کنید داریم داریم پیدا که باید پیدا کنیم. کم پیش میاد که مثلا ما جواب بدیم نداریم. کم آره. معمولا اینطوری که پیدا میشه کرد. بله اینا چیه؟ ما الان وی جی یعنی مجموعه رأسای گراف، یعنی همین آ ب س د ای اف جی اچ. من با عزتون اینجوری میگم مجموعه اصطلاحا اینو دیگه. بله کیا رو گفتی؟ آ ب س د ای اف همه هستن دیگه. سی هم هست، سی و دی هم هست، دی و اف هم هست و ایو جا انداختم و بله. جی اس و اینم اچ هم هست و اینم نوشتم. بسیار عالی. اون چیه؟ ای جی مجموعه یال هاست، یعنی باید بنویسم مثلا یه حرف دارم اینجا جناب آره. حسین فرد گراف هم جهت داره یا جهت نداره؟ خب این چون جهت دار نیستش شما می‌نویسید آبه دیگه مهم نیستش دیگه، ولی اگه جهت نه دیگه نمی‌نویسم. یعنی من می‌نویسم فقط دو تا به هم می‌چسبونیمش مثلا آبه آسه آده آسه رو اینم گفتم. بله آده آده. خب اینم گفتم آ، یعنی آ رو به هر جا بود گفتی؟ آره آ رو گفتم، خیال خودم راحت کردم. حالا یه سراغ ب بری گفتم ب ای مونده ب ای گفتم خب. پس تکلیف ب هم معلوم شد. سه رو بدید. سه یه سه ای داریم. لا لا سه ای دارم. یه سه جی داریم. سه جی هم دارم اومدم اینجا. یه سه اف هم داریم. سی اف هم دارم اینم نوشتم برات. یه دونه دی اف داریم. یه دی اف هم برات نوشتم. خب یه دونه اف جی داریم. اف جی هم نوشتم. الله یه دونه ای جی داریم. ای جی هم داشتم. ای جی هم نوشتم. نوشتم یه دونه هم جی اچ داریم. یه دونه هم جی اچ. اون بالایی هم نوشته بودم. آره از آ حسابش کرده بودم. تموم. ببندمش. زوج مرتب هم نمیذارم. اگه یعنی زوج مرتب بود بعد نماد نوشتارم مثلا ای بی داشتم اینجوری میشد. بعد میشم آ از ای به بی فلش زدی یا بی به ای فلش زدی. بله. اگرم توقه داشتیم که خب جای خودش دیگه، یعنی رسو به خودش بس کرده بود. توقع زیاد کتاب همچنون روش اصلا سراغش نرفته، خیلی بحثی نکرد. خب این شبیه سازی بسیار برم عدی. بریم برو برم عدی. در گراف جی درجه رس وی برابر 9 هست، درجه رس وی در مکمل برابر 12 است. این نماد مکمل دیگه. خب من یه نکته ای میدونم، اینکه درجه رس وی تو گراف به اضافه یعنی وی جی در واقع درجه رس وی تو مکمل میشه پی منهای 1 ماکسیموم درجه. ماکسیموم درجه بله خب. یا درجه گراف کامل فرقی نمی کنه. جفتشو داده که به من. خب دیگه عملا انگار داره میگه که 9 به علاوه 7 9 به علاوه 12 مساوی پی منهای 1.
خب از من چی خواسته؟ مرتبه رو خواسته بود دیگه بدون زحمت. 21 اینم بیاد اینور پی مساوی 22. دست شما درد نکنه. بله. خب حالا اگه میتونست چیز دیگه ای هم از من بخواد میتونست چی بخواد؟ میتونست مجموع یال ها بخواد. بله، بگه آقا گراف و مکملش رو هم چند تا یال دارن. رو هم دیگه چند تا یال دارن؟ خب مگه نه مکمل نیستن؟ بریزیم رو هم میشه گراف کامل نوشته بودیم سال اول یا فکر کنم پی در پی منیک دوم. یعنی یال این به اضافه یال این کلن با هم دیگه میشه اون پی در پی منیک یا پی در پی منیک دوم دیگه. بله کاملا درست. برو بریم بعدی شبیه. خب گراف دارم این نماد گراف رأساش اونا وی بله، یالا هم که قرار میگه یعنی اصلا بله. میخواه بگه رأسامون وی داره اصول ریاضی رعایت میکنه یالا همون هم گفتیم اونجا بر شما بله. دیگه مکمل را رأس درجه هر رأس ها را مشخص کنیم خب مکمل همین رأس ها رو داره همین رأس ها رو داره ها بیا اینجا آقا یه زجاج مکمل رو واسه ما صحبت کن چشم و همچنین ویژگی‌هاشو بگیم دیگه گراف هم دارم این دوتا رو نمیدونم چیه بسیار چشم ببینیم بچه ها مکمل یه گراف شامل یال‌هایی که تو گراف اصلی نیست یعنی چی؟ یعنی هرچی یال تو گراف هست تو مکملش نیست هرچی تو مکمل هست تو گراف نیست این مفهومش حرف اول هم مرتبه هن تعداد رأسای گراف و مکمل یکی اصلا همون رأس هست حرف دوم درجه رأس تو گراف و مکمل روی هم میشه درجه ماکسیموم همین که حل کردیم خب یال ها این طرف با یال ها این طرف رو هم میشه یال های گراف کامل یا همون کیو ماکسیموم یا پی در پی منیک دوم درسته اوکی. حالا حواستون باشه بچه ها مثلا رأسی که این بر ماکسیمومه تو گراف اون بر احتمالاً رأس مینیمومه رأسی که اون این بر مینیمومه اون بر رأس ماکسیمومه رأسایی که این بر درجهشون مساویه اون بر هم درجهشون مساویه چون یکسان از طرف کم می‌کنیم خب دیگه اینا یک نکات اساسی اومدی یا زی گراف خب میگیم بچه ها اگه خودمونیش اگه یه تیکه گراف کندید هرچی مون میشه زیر گراف خب ولی ریاضیش میگه آقا باید گرافی باشه که رأساش زیر مجموعه این یالهاش هم زیر مجموعه یالهای این باشن یعنی یه گراف جدیدی که رأساش زیر مجموعه وی یالهاش هم زیر مجموعه این باشه پس من میتونم بعضی رأسا رو نیارم ولی باید رأس داشته باشه پس وقتی رأسی نیومد یالهاش هم نمیاد دیگه یال رو هوا که نداریم که آها. یعنی مثلا من این رأسه رو پاک کنم بگم اینا هستن نه دیگه نداریم دیگه این... پس زیگراف ها رو استاد هم میتونم میکنم همه رأس هم بیان دیگه بله اشکالی نداره بعضی از یالا بیان بعضی از یالا نیان ولی همه رأس ها باشن اصلا خود گراف هم زیگراف خودش محسوب میشه بله کاملا درست مکمل رأس کنی پس من باید همه رأس ها رو رأس کرده باشم یعنی تو گام اول من یه چند تا نقطه اینجا باید گذاشته باشم برای شما این مدلی اینجا هم آ هستش اینم چی هستش اف بله اینم ای و اینم دی و اینم سی و اینم چیه بیه درسته و میخوام اینا رو به هم وصل کنم هر جا وصله وصل نمی کنم هر جا وصل نبود وصل می کنم خب آ به کجاها وصله به همه جا وصله به جز دی پس آ رو به دی باید تو مکمل وصل آ رو به دی وصل می کنم خب بریم سراغ چی بی بی به این دوتا کناریاش وصله به اینجاها به دی و ای و اف باید وصل بشه تو مکمل بشه. خب اینا بله. بی سی رو بریم سی باید به ای و اف وصل بشه به دی و اف آره. این به دی و به ای و اف به ای و اف بله کاملا درسته درست شد برم سراغ دی بله باید دی باید به بی وصل بشه به آ وصل بشه به آ که وصله به بی هم که وصله فقط اف مونده به اف مونده از این زیر ببرمش بله اینجور نقطه است خب مونده ای حالا ای به بی که باید وصل میشد به سی هم باید وصل میشد به اف وصل نکردم اینم اینجا اونم وصلش میکنم بفهم اینم وصل بله خب مونده اف که قبلا رو وصل کردم به همه وصل کردم دیگه پس من الان سر اف همه رأسای مکمل گراف مکمل هم رأس کردم رأس کردی خب میگه درجه همه شون رو بنویس خب درجه رأس آ یک درجه رأس آ دیگری آ یک درجه رأس بی دیگری مثلا چی بی اون چنده؟ سه الله اکبر درجه رأس سی دو از روی تقلب دارم میکنم بله. شوهرم دارم میشنوم درجه رأس دی سه درجه رأس ای هم سه رأس ای اونم سه هسته و آخریش درجه رأس اف هم الان بچه ها میگن که اول کن بگه خودشون بنویسن چهاره ها عالی آقا آخه رنگ عوض کنم زیگراف
خب میگه یک زیرگراف از جی مشخص کنید که حداقل دو رأس و دو تا یال داشته باشه. خب دو تا رأس بدم؟ خب یه چیزی، شما دو تا رأس بدید دو تا یال نمیتونید بدید، یعنی این به ما کلک زده. حداقل دو تا رأس و دو یال. خب شما رو دو تا رأس که نمیتونید دو تا یال بذارید. حداقل دو تا رأس داشته باشه. میتونم سه رأس بندازم؟ آره. میتونم سه رأس مثلا بزنم، سی هم بندازم. آره، آ و ب و سه رو بندازم، یعنی سی و بی و آ دیگه. حالا دو تا یالشون هم بکشم، این و این. بله کاملا درسته. میشه یه رأس بیشتر هم بکشم؟ بله. خوی چه هست هم ولش کن دیگه، بچه نمرم گرفتم دیگه، نمرم رو گرفتم دیگه. بله کاملا درسته. په میگه تحقیق کنید که آیا این رابطه درست است یا نیست. بچه‌ها این تحقیق کنید رو تو امتحان نهایی و تو این تمرین کتاب و نمیدونم فعالیت ها اینا میبینید. منظورش اینه که این رابطه رو ببینید برای گراف و مکملی که دارید درست هست یا نیست. یعنی آقا الان این چند تا یال داره، این چند تا یال داره. آقا میشه همونو بگی، همونو به من بگو، کیو گراف جی خود گراف. خب یه چند تا چیز بگم، یا باید درجه رأس‌ها رو باید جمع کنه تقسیم بر دو کنه، یا این که همینجوری رو شکل بشموره دیگه، 1 2 3 4 5 6 7 دست در. آره. خب کیو مکملش هم بده، کیو مکملش جی بار. خب من حال ندارم بشمورم گراف من مثلا مرتبه 6 تو تقلب میکنی پس. خب یا داری جمع درجه رو میزنی، یا مثلا جمع درجه ها رو بزنم، فرقی نمیکنه، میتونم من بشمارم، یعنی بگم آقا 1 2 3 4 5 6 7 8 درسته؟ 6 7 8 8 8. اینجا اگه میشون اوکی میکردیم جمع میکردیم. بله. با جمعشون 16 بشه دیگه، 4 و 5 9 با 7 16. حل اینجا من چند بنویسم؟ 8. و بعد بگیم آقا ببینم، آقا ببینم در پی ام 1 2 به اضافه 8 موسه با پی مون کلا چند تا راست داشتین؟ کلا ما 6 تا راست داشتیم. 6 آیا 6 ضرب در 5 یعنی پی در پی ام 1 دوم هست یا نه؟ میگه 15 15 مساوی 15. یه تیکم براش بزن. بله هست، من تحقیق کردم که این رابطه درست هست. خیال خودم راحت کردم. دست شما درد نکنه. بریم.